سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیوی قبلی بخشی از کتاب راهبی که فراریش رو فروخت رو با هم مرور کردیم. توی این ویدیو قراره بخش‌های دیگه ای رو با هم مرور کنیم. اما نکته دومی که توی کتاب بهش اشاره شده، اگه یادتون باشه نکته اول تعیین هدف بود و اینکه حالا چه کارهایی رو باید انجام بدید تا به هدفی که میخواید توی ذهنتون هست برسید. این بخش رو با یک جمله قشنگ از کتاب شروع میکنیم. موفقیت در بیرون با موفقیت در درون آغاز میشود. اگر حقیقتاً در پی رشد و ارتقا بخشیدن به زندگی بیرونیت هستی، نخست باید دنیای درونت را بهبود ببخشی. اما یکی دیگه از کارهایی که توی کتاب بهش اشاره میشه تا بتونید دنیای درونتون رو بهبود ببخشید، انجام دادن مراقبه هست. اما مراقبه واقعا چیه؟ واژه مراقبه به معنی داشتن آرامش در اندیشه و تفکر هست. همونطور که از اسمش مشخصه، یعنی در واقع شما باید یه جورایی مراقب و نگهبان یک چیزی باشید. اما قرار از چه چیزی مراقبت کنید؟ قرار از ذهنتون مراقبت کنید. قراره که ذهنتون رو به آرامش دعوت کنید و هر فکری که از ذهنتون در اون مدت زمان عبور میکنه رو نادیده بگیرید. اما سوال اینجاست که یه مراقبه رو چطور باید انجام بدیم؟ بعد از اینکه یک مکان خیلی آروم و خلوت و بی سر و صدا رو انتخاب کردید، ترجیحاً بهتره که نور اون مکان خیلی کم باشه یا اگر نوری هم وجود داره، پیشنهاد میکنم که از چشم بند استفاده کنید. بعد از انتخاب چنین مکانی، میتونید دراز بکشید یا بشینید، هر طور که راحت تر هستید. مراقبه شکل‌های مختلفی داره که ساده‌ترین نوع اون مراقبه تمرکز بر تنفس هست. توی این مراقبه شما تمام حواستون رو بر هوایی میذارید که از طریق دم وارد بدنتون میشه و از طریق بازدم از بدنتون خارج میشه. اما تنفسی که توی این مراقبه باید انجام بدید یک تنفس معمولی نیست. تنفس باید یک تنفس شکمی و مؤثر باشه. اما تنفس شکمی دقیقاً چطوریه؟ باید توی هر دمتون هوا رو وارد ریه هاتون بکنید، حداقل برای مدت 5 ثانیه هوا رو توی ریه هاتون نگه دارید. اما تنفس نباید از طریق قفسه سینه‌تون انجام بشه. باید مثل مجسمه بودا توی هر دمتون شکمتون برآمده بشه و به سمت بیرون بیاد و توی هر بازدمتون شکمتون به حالت نرمال خودش برگرده. همونطور که از اسم مراقبه تمرکز بر تنفس معلومه، شما کافیه اگر جایی دراز میکشید یا میشینید چشماتون رو ببندید و شروع کنید به تنفس شکمی و مؤثر انجام دادن. البته باید بگم کاملا طبیعیه که اگر برای بار اول، دوم، سوم یا حتی بار دهم که دارید چنین مراقبه رو انجام میدید ذهنتون پرش داشته باشه. هر بار که افکار نامربوطی وارد ذهنتون میشن، فقط کافیه اونها رو نادیده بگیرید و دوباره تمرکزتون رو روی نفس کشیدنتون بیارید. توی کتاب به این جمله اشاره میکنه که مراقبه و سکوت میتونه شما رو به منبع خلاق و سازندتون وصل بکنه و در ادامه تأکید میکنه که مراقبه رو حتما جزی از فعالیت‌های روزانه خودتون بدونید و مرتب انجامش بدید. یه چیز دیگه‌ای که باید بدونید یه قانونی هست به نام قانون جادوی 21 و این قانون جادویی میگه اگر که شما یک فعالیت یا یک رفتاری رو حداقل به مدت 21 روز به طور مرتب و پشت سر هم انجام بدید، اون رفتار یا اون فعالیت در شما تبدیل به عادت میشه. این مدت 21 روز دقیقاً برابر میشه با مدت زمانی که الگوهای عصبی جدیدی توی ذهن شما به انجام دادن مکرر مراقبه حداقل یه چیزی حدود 10 تا 15 دقیقه در طول روز در دراز مدت میتونه تأثیرات شگرفی توی زندگیتون به وجود بیاره. امیدوارم که آموزه‌های این ویدیو براتون مفید بوده باشه.
لطفاً اگر که تا الان مراقبه را انجام ندادید، انجامش بدید و نظراتتون رو برای من بنویسید.